بگم که سوهل جان کی نهار میخوریم؟ نهار که تازه خوردیم. بله خوردیم. پس شام کی میخوریم؟ گشنته؟ نه. پس برای چی میپرسی؟ برای اینکه با هم صحبت کنیم. من دارم ولی کتاب میخونم. خب بله منم دارم کتاب میخونم. ببین البته دارم عکساشو میخونم. خب پس تو هم داری کتاب میخونی، کتابتو بخون، منم کتاب خودمو بخونم. بله. میگم حالا چه کتابی میخونی؟ ببین این یه کتاب علمیه راجع به گل و گیاه و میوه و سبزیجات و اینجور چیز. آها یعنی چی؟ ببین یعنی این که قصه نداره، یعنی این که یه سری اطلاعات راجع به گل و گیاه و چجوری. خب برای منم بخون سوهل جان. ببین این کتاب به درد تو نمیخوره. مگه کتاب باید به درد بخوره؟ منظورم اینه که مناسب شما نیست. آها بله مثل لباس مناسب، غذای مناسب، کف، همه چی مناسب. ببین آره دیگه، یعنی که مناسب سن شما نیست. بله میگم حالا الان چرا داری کتاب میخونی؟ ببین من سری اطلاعات لازم دارم راجع به گیاهان، واسه همین اومدم کتابو بخونم که یکم آگاهیمو ببرم بالا. آها بله خب میگم سوهل جان هر چی که میخوای بدونی میتونی از سیمرغ بپرسی، مثل من که همه چی از سیمرغ میپرسم. ببین آره سیمرغم خیلی خوبه، ولی وقتی خودت کتاب بخونی و آگاهیت بره بالا خیلی بهت کمک میکنه. مطمئنم که سیمرغم خوشحال میشه. بله یعنی وقتی کتاب بخونی خیلی چیزا یاد میگیری؟ آره دیگه آگاهیت میره بالا راجع به مسائل مختلف. بله یا وقتی میخوایم کتاب بخونیم بعد عینک هم بزنیم؟ من میزنم. چرا؟ که بهتر بخونم دیگه. آها بله فهمیدم. میگم سوهل جان حالا که عینک داری میشه لطفا بر منم کتاب بخونی؟ نه هر کسی باید کتاب خودشو بخونه. خب نمیشه صدف بر من بخونه؟ بابا صدف که اینجا نیست. بله آخه میدونی واسه من خیلی سخته که کتاب بخونم، خیلی خوب بلد نیستم بخونم. خب حالا تو تلاشتو بکن، من بهت کمک میکنم، اگه سوالی داشتی از من بپرس. بله پس من برم که بخونم. باشه بله بفرمایید شما کتابتونو بخونید. بله دارم میرم که بخونم، کارای مهم بکنم. خیلی خوب بخون کتابتو. یاد بگیرم چیه؟ بخون دیگه. یاد بگیرم چیزای مهم. بله بخون. دارم میخونم. میخونی یا نه؟ بله من میرم. بله عکساش الان میخونم. آفرین. ورقم زدم براتون. نمیخواد حالا گزارشش رو به من بدی، کارتو. زلزلک ترسیدم. آزو ساری زم کتاب میخونم. بله بفهم. مرسی. میگم رومینا نهار چی داریم؟ نهار نمیدونم، والا بعد بپرسیم چی داریم. من نمیدونم. اینجا خیلی حساسه، اگه بذاری بخونم خب بعد میریم با هم دیگه ببینیم چی میشه. خب میگم رومینا میدونی من چی دوست دارم؟ چی دوست داری زازلش؟ زرشک پلو. بله خب منم زرشک پلو خیلی دوست دارم. حالا ببینیم شاید یامی. یس. خب حالا میخوای آخ زلزلک انقدر حواسمو پرت کردی یادم رفت ببینم رو کدوم صفحه بودم. بوکمارکمو ندیدی؟ یه بوکمارک بغل کتابم روی میزه بودا. بوکمارک چی هست؟ بوکمارک چیه؟ بچه ها وقتی کتاب میخونین، وقتی یکی مثلا صداتون میکنه یا بعد برین درستاتون رو بنویسین، مخشتون رو بنویسین، یه چیزی هست به نام بوکمارک میتونین بذارین لای اون صفحهی که داشتین میخوندین که بعد میذارینش کنار، دفعه بعد یکم دیرتر میرین بقیه داستان رو ببینین چی میشه، قشنگ بدونین رو همون صفحه بودین. بله حالا من خودم رو گم کردم. چی کار کنیم پس؟ خب یکی درست کنیم دیگه.
کمکم میکنی؟ بله بله رومینا، میتونیم درست کنیم؟ دیگه بعضی موقع آدم یه چیزی لازم داره و با چیزایی که داره سعی کنه درست بکنه. بله، پس بچه ها بریم که رومینا بهمون یاد بده بوکمارک درست بله، کنیم. بله بله. اول کاغذ. کاغذ لازم داریم. بله. حالا بگو ببینم این، بیا یه دونه بنفشیشو درست کنیم. بله. به من میتونی بگی این چه شیپیه؟ It's rectangle. رکتنگل، آفرین. yes. چه خوب شیپاتو یاد گرفتی. بله، بله. خیلی هم خوب، سو سمارت. حالا میدونی من کتاب میخونم، یاد میام توی دنیای خود کتاب دیگه. wow. دارم فکر میکنم بیا یه بادبادک درست بکنیم. What? کایت. کایت. بله. یه کایت درست بکنیم که میره تو باد و اینا، تو هوا پرواز میکنه، انگار آدم کتاب میخونه داره میره توی دنیای دیگه استفاده میشه. خیلی خوب بود رامینا. مرسی. خب حالا بیا این رکتنگل و مستطیل رو بگیریم، گوشاشو، این دوتا گوشه بالا. بله بله. این دوتا گوشه بالا رو میاریم یه کمی، انگار یه دونه تریانگل کوچولو داری. تریانگل. این یه گوشه میاد پایین، همون کارم با اون یکی طرف انجام میدین، دوتا تریانگل کوچولو. این میشه بالای کایتمون، بالای بادبادکمون. ولی خب پایینش خیلی ساده است، الان یه شبیه خونه شده. چی کار کنیم؟ باید با قیچی پایینشو یه کات کوچولو بزنیم، ولی بچه اگر لازم باشه از مادر یا پدرتون کمک بگیریم برای این قسمت. بله، چون بله. خیلی خطرناکه. بله بچه، وقتی میخواین چیزی رو کات کنین از مامان و بابا کمک بگیریم. بله. بله بله. حالا من از این گوشه بالا همینجور اومدم به سمت پایین، یه تریانگل بریدم. این نباید شبیه تریانگل بشه، اون قسمتی که میبرین شبیه تریانگل بشه. همون کارم این طرف انجام میدیم. ببین. بله بله بله. شبیه کایت شد. واو. میگم رومینا. بله. بعدن که هوا خوب بود یه روز کایت درست کنیم. وای چه فکر خوبی. آره حتما. تو آسمونا. حالا بعد با هر چیزی دارین میتونین تعظیم کنین. با ماژیک میتونین روش یه چیزی بکشین. من اینجا دکمه دارم، گوگلی آیز دارم، بیدز دارم، پولکم دارم. گوگلی آیز. گوگلی آیز باشه. گوگلی آیز برداریم. خب بعد شبیه صورتش میکنیم دیگه. بله بله. اونجایی که میخواین گوگلی آیز رو بچسبونین، اونجایی که گوگلی آیز رو میخواین بچسبونین یکم چسب بزنین که خوب بچسبه. بله بله بله. اینم میذاریم اینجا یه چشم، اینم دومین چشم. خب حالا دوتا چشم داره، چی لازم داره؟ A nose. Yes. خب من با یه پولک قرمز یه نوز درست میکنم. Why? خوبه که با همه چیزایی که داریم استفاده بکنم. بله بله. خب اینجا یه کوچولو چسب میچسبونیم و دماغ شاینیمونو میذاریم این وسط که قشنگ شبیه دماغ بشه. خب حالا این یه مرحله دیگه هم میتونیم انجام بدیم که قشنگ لای کتاب که میذاریم معلوم باشه. چیکار؟ با از این هول پانچرا یا حتی اگه بدین مامان یا بابا یه سوراخ براتون این پایینش درست بکنن، اینجوری سوراخ شو. بله بله بله. یه کم هم از این نخ بردارین، یه بلند باشه دیگه، چون میخواین بیاد تا از کتاب بزنه بیرون. اینم برمیداریم گره میزنیم به اون سوراخه. ببین چه خوشگل میشه الان. خب الان بگو ببینم فکر میکنی چجوری اینو میتونیم به کتاب بزنیم که بمونه؟ مثلا این گوشه، این یه گوشه داره دیگه. بله. کتابمونم گوشه داره. فکر میکنی بزنیم اون گوشه کتاب؟ بله بله. آفرین. حالا بذاریم نمیتونم اون قسمتی که داشتم میخوندم رو پیدا کنم. فکر کنم آره، اول رفت اونجا بعد به اونم اونو گفت. آها اینجا بودم. بله. خب حالا من اینو میذارم که برای دفعه بعد
یادم باشه، چون الان میخوام بریم ببینیم غذا چی بخوریم دیگه، درسته؟ یادم رفته بود، خیلی گرسنم شده. خب اینم میذاری به گوشه پیجت. بله ببین چه خوب جا افتاد، چون یک کورنر رفت اون یکی کورنر. بله اینجوری خیلی خوشگل شد رامینا. آره خیلی خوب شد، خوب شد. حالا ببینم، عجیبه ها، من اینجا گذاشته بودم اون یکی بوکمارکامو، ببینم پیدا میشه یه مثال دیگه هم داشته باشیم. میگم رامینا، بچه ها میتونن بوکمارکاشون رو درست کنن، عکس بگیرن. بله بله، حالا من دو تا مثال دیگه هم بهتون نشون میدم. یکیشون این یکی شبیه صورت درستش کردیم، دو تا چشم، اینم مثل این یکی که الان درست کردیم چشم داره، دو تا پولک هم گذاشتیم با لبخند، این یکی هم با کاغذ طرحدار درست کردیم. بله حالا خوب شد یادم انداختی برای که بچه‌ها بهمون نشون بدن، ولی کاری که میخوام بچه‌ها انجام بدن اینه که بوکمارکشون رو درست بکنن و بذارن صفحه مورد علاقه شون از کتاب مورد علاقه شون که ما ببینیم بچه ها دارن چی میخونن. همه با هم شیر کنیم که شاید یه کتابی یکی بذاره که تا حالا نشینین راجبش، یه کتاب خیلی خوبی باشه. بله بله بله. پس با این بوکمارکاتون و کتاب مورد علاقتون لطفا عکساتون رو پست بکنین با هشتگ، هشتگش مهمه، بله. TKT. بله و هشتگ Tirgan Kids Time. مرسی. Thank you for helping me. Oh, you're welcome. خب حالا میذاری ناهارشو بخونم ببینم چی میشه. بله. مرسی. خیلی ممنون. حتما ناهار بخور. آره ناهار حتما. حتما فقط ببینم چی. بیا حالا با هم ببینیم چی شو. بله. حتما فعلا بای. چنگا اینجا شلوغه زلزله، کجایی؟ من اینجام، دارم کارهای مهم میکنم. چی کار داری میکنی؟ کتاب میخونم. آخه چه کتابی میخونی؟ کتاب کارهای مهم. مگه تو میتونی کتاب بخونی؟ بله ببین عینک دارم. آخه کتاب خوندن چه ربطی به عینک زدن داره؟ بله داره، خودت گفتی که عینک دارم میتونم بخونم. نه ببین، من چشمم تازه یا ضعیف شده، واسه همین دکتر به من گفته که اگه میخوای طولانی مدت یه چیزی رو بخونی عینک بزن که بهتر ببینی، وگرنه کتاب خوندن ربطی به عینک زدن نداره. بله من فکر کردم داره. نه نداره. حالا اون کتابی که داری میخونی که اصلا مناسب شما نیست. چرا؟ خب ببین، تو باید بری مدرسه خوندن و نوشتن یاد بگیری، بعد کتابی که مناسب شماست اون وقت اونو انتخاب کنی و بخونی. آخه عکسش خیلی خوب بود، گفته بود که پودر زرد و قرمز رو با هم قاطی کن، بریز تو آب ببین چی میشه. آخه ببین، از رو عکس که نمیشه کتاب خون. بعدم ببینم اینا چیه، آخه زردچوب و فلفل و اینا. چه برم خب پس مدرسه سویل جان؟ های سایل. های زازلا. های صدف جان، چه خبر اینجا؟ من میخواستم کتاب بخونم، کارهای مهم بکنم، اما نشد. چرا؟ چون من مدرسه نرفتم صدف جان. آها. نمیتونم بخونم. خب زازلا جان ناراحت نشو، من این خبر خیلی خوب دارم برات. چی؟ ببین، من شما رو برای مدرسه ثبت نام کردم که از فردا درس خوندن رو شروع کنی. راست میگی؟ آره. باید برم مدرسه؟ ببین، به خاطر کووید نمیتونی بری مدرسه، ولی مدرسه رو میاریم تو خونه برات. چطوری؟ یعنی کلاس آنلاین. خیلی خوبه، تبریک میگم زالزالش. بله یعنی میتونم بخونم. آره خیلی خوب شد، میتونی قصهات هم حتی خودت بخونی شبا. نه دیگه سر جا، قصه ها رو شما برام بخون. آی زلزلک تنبل. مدرسه آنلاین. هورا خیلی هم عالیه. خیلی قشنگ، دیگه با سواد میشم. آره از این کتابا بخونم صدف جون. بله زلزلک جان، کتاب ببینم چی کار کردی. سپاس. خواهش میکنم. You're welcome. بچه ها سلام به روح ماه خوشگل هر چهارتاتون.
کتابی که امروز میخوام براتون بخونم اسمش هست ننه گلاب. نویسنده این کتاب آقای محمد رضا شمس هستن. تصویرگر کتاب یعنی کسی که نقاشی های کتاب رو کشیدن خانوم هدا حدادی هستن. بریم ببینیم که داستان کتاب ننه گلاب چی هست. به نام خدا. یک روز صبح وقتی ننه گلاب از خواب بیدار شد، دید دنیا خیلی کثیف شده است. چادرش را بست به کمرش، آمد کنار حوض مرمرش. دنیا را برداشت انداخت توی تشت. یک قالب صابون، یک کمی آب، چنگ و چنگ و چنگ، بشور و بساب. دنیا را شست و تمیز کرد، قشنگ کرد. بعد آن را پهن کرد روی بند رخت تا خشک شود. اما هنوز کمرش را راست نکرده بود و عرق پیشانیش را پاک نکرده بود که باد آمد دنیا را برداشت با خودش برد. ننه گلاب دنبال باد دوید و گفت: آی باد، بالت طلا، دنیا را بده. نداد. گفت: رویت سفید، دنیا را بده. نداد. مویت سیاه، دنیا را بده. نداد. باد دنیا را برد انداخت توی چشمه. یک قورباغه آنجا بود شکمو. آنقدر شکمو که هرچه گیرش می آمد فوری توی دهانش می گذاشت و قورتش می داد. قورباغه دنیا را یک لقمه کرد، گذاشت توی دهنش و قورتش داد. دنیا بزرگ بود و توی گلویش گیر کرد. قورباغه سرخ شد، سفید شد، زرد شد. داشت خفه می شد که ننه گلاب تپ و تپ و تپ زد به پشتش. قورباغه دنیا را انداخت بیرون. دنیا دوباره کثیف شده بود. ننه گلاب دنیا را از اول با آب چشم شست و پهن کرد روی شاخه درخت تا خوش شود. اما تا آمد کمی خستگی در کند، با دنیا را برداشت و با خودش برد و انداخت توی چاه. ننه گلاب رفت سر چاه. وای وای وای، چه چاهی کثیف کثیف، سیاه سیاه. چاه را برداشت و آورد خانه، انداخت توی تشت. یک قالب صابون، یک کمی آب، چنگ و چنگ و چنگ، بشور و بساب. ننه گلاب چاه را شست. یک دیو ته چاه بود که داشت با دنیا بازی میکرد. این آقا دیو است، داره با دنیا بازی میکنه. ننه گلاب را که دید گفت: بالاخره آمدی ماه پیشانی. چشمهایم خوش شد از بس به در نگاه کردم. گلویم خوش شد از بس تو را صدا کردم. ننه گلاب گفت: ماه پیشانی کیه؟ من ننه گلابم. دیو گفت: حالا هرچی، زن من می شوی؟ ننه گلاب گفت: آخه. دیو گفت: اگر زن من بشوی، دنیا را به پایت می ریزم. دنیا را به پایش ریخت. ننه گلاب گفت: آخه نمی شود که دیو و آدمیزاد
که جور در نمی آید. دیو گفت خب تو هم دیو شو. ننه گلاب گفت این همه سال آدم بودم، حالا دیو بشوم، در و همسایه چه میگویم؟ دیو گفت پس من آدم میشوم. ننه گلاب گفت خب بشو. دیو نشست توی تشت، چند قالب صابون، یک عالم آب، چنگ و چنگ و چنگ، بشور و بساب. ننه گلاب دیو را شست و دیو آدم شد. آن وقت 7 شب و 7 روز جشن گرفتند و با هم عروسی کردند. قصه ما به سر رسید. اینم کفشام. اینم کفش. حالا دیگه وسایل جدید لازم دارم. آفرین. بله بله، دلم که تنگ میشه، اما خب میدونی دیگه ناراحت نیستم، از فردا میخوام برم مدرسه. بله بله، مدادم دارم، اینجا گذاشتم، اینجاست. بله بله، کتابا رو هم صدف برام گرفته، اینجا تو کوله پشتیمه. از کتابات خوشت اومد؟ بله بله صدف جان، سپاس سپاس. قربونت برم عزیزم. ممنون. بله بله، خب کوله پشتی رو لازم دارم، باید کتابامو یه جایی بذارم دیگه، این تو میذارم تو کتاب. بچه ها زازلک دوباره میخوای بری تو جعبه؟ نه سوهی جا، من دیگه بر نمیگردم اونجا. خب بس برای چی وسایلاتو گذاشتی این تو؟ سوهی جا من دیگه لازمشو ندارم. چرا؟ میدونی سوهی جا من از فردا دیگه دارم میرم مدرسه. خب بزرگ میشم، چیزای تازه میخوام یاد بگیرم، بعدم میخوام اینجا بمونم پیش شما تو خونه تیرگان با سیمرغ. زالزنک جونم، خب ما هم خیلی دوست داریم که تو پیش ما بمونی. بله بله. We're so happy you're staying with us. سپاس سپاس. من و صدف هم میتونیم برای کلی چیزای جدید و نو بخریم. واو سپاس سپاس. خواهش میکنم، فکر کنم دیگه الان وقت خوابه، چون بعد صبح به موقع بیدار بشی به کلاسات برسی. آی آی آی، I'm so excited. منظورت اینه که هیجان زده ای؟ بله بله، هیجان زده هستم. بله بله، من این چیزها رو برمیدارم، تو میتونی قصه شب رو برای زازلک. بله بله، من برای زازلک قصه شب رو میگم. سپاس. قصه همون چی هست سوی جان؟ ببین، قصه نخودی. نخودی؟ آره. چقدر بامزه. ببین، قصه نخودی قصه یه بچه شیطون و بامزه است مثل خوده. مثل من. آره، که از یه جای عجیب میاد و زندگی مامان باباشو عوض میکنه. واو چه جای عجیبی. حالا برای تعریف میکنم. بله بله بله. مرسا، حاضری؟ بله. خب. قصه قصه. خب، روزی روزگاری یه مرد کفاش با زن مهربونش توی شهری زندگی میکردن. بله بله. اونا خیلی با هم خوشبخت بودن، فقط یه قصه داشتن. وای چی؟ اونم این که هیچ بچه‌ای نداشتن. آخه یه روز که زن داشت آش درست میکرد، یه قابلمه پر از نخود گذاشت روی اجاق. آره، همین جوری که به ظرف غذا خیره شده بود با خودش گفت اگه یه بچه داشتم این آش اگه آماده میشد با هم میخوردیمش. آخه کاش یه بچه کوچیک قد همین نخودا داشتم. بله. که یهو یه دونه نخود از تو قابلمه پرید بیرون. وای. خیلی عجیب بود. زنه بهش گفتش که شما کی هستی؟ اونم گفتش که من بچه شما. زنه با تعجب حرف بزنه. آره آره، زنه با تعجب نگاه کرد، گفت ولی تو که خیلی کوچولویی. بله بله. ولی نخودی بهش گفتش که اشکال نداره، عوضش دلم خیلی بزرگه. دلش بزرگه. آره. زن خیلی خوشحال شد و بهش گفتش که حالا که تو بچه منی باید این آشو برای پدرت ببری.
نخودی هم قبول کرد، ظرف غذا رو برداشت رو رفت به سمت مغازه باباش. بله. اونجا که رسید مرد کفاش دید که یه کاسه آش داره همینجوری واسه خودش را میره. تعجب کرد. بعد نخودی که ظرف غذا رو گذاشت کنار، تازه آقای مرد کفاش فهمید که ای بابا یه بچه به این کوچولو موچولی اونجاست. بهش گفتش که شما کی هستی؟ نخودی بهش گفت من بچه شما. مرد خیلی خوشش اومد و خوشحال شد و با هم نشستن و آش خوردن. بعد غذا مرد کفاش برای نخودی تعریف کرد که حاکم بر جنس شهر کلی کف سفارش داد و اما پولاشو اصلا نداده. وای وای چه آدم بدجنسی. آره، هیچ جورم حاضر نیست که حق کفاشو بده. نخودی گفت نگران نباش، من خودم میرم و پول تو حق تو ازش میگیرم. نخودی فسقلی. آره دقیقا. بعدم به سمت قصر حاکم راه افتاد. تو راه یه تنور پر از آتیش دید. آتیش بهش گفت میشه منم باهات بیام؟ گفتش که تو اگه میدونی کجا دارم میرم؟ گفت نه. گفت من دارم میرم حق پدرمو بگیرم، به خاطر اینکه حاکم کلی کف سفارش شده و پولشونو نداده. آتیش گفت خیلی خوب، پس منم با خودت ببر، شاید به دردت بخورم. آره، اونم گرفت آتیشو گذاشت تو دلش و راه افتادن. تو دلش؟ آره. یک کم جلوتر که رفتن به یه رودخونه رسیدن. رودخونه گفت نخودی منو با خودت ببر. نخودی رودخونه رو هم گذاشت توی دلش. دوباره راه افتادن. جلوتر که رفتن رسیدن به یه جنگل و یه روباه دید. آقا روباه گفت نخودی کجا میری؟ نخودی گفت میرم که حق پدرم رو بگیرم. روباه گفت خب منم با خودت ببر. نخودی گفت باشه، تو رو هم تو دلم جا میدم. روباه هم گذاشت تو دلش و راه افتادن. روباه هم رفت تو دلش. آره. تا اینکه رفتن و رسیدن به قصر. به قصر که رسیدن نخودی به حاکم گفت من اومدم که پول و حق پدرمو از شما بگیرم. حاکم بدجنس خنده‌ای کرد و گفت این نخود فسقلی رو برداریم بندازین تو لونه مرغ و خروسا تا بخورنش. وای وای. آره. نگهبانام نخودی رو گرفتن و انداختن تو قفس. تا نخودی رفت تو قفس، آقا روباه رو از تو دلش بیرون آورد و روباه هم همه مرغ و خروسا رو خورد. صبح که نگهبانا اومدن دیدن که نخودی سر و مر و گنده اونجا نشسته. حاکم اینو شنید عصبانی شد و گفت خب بگیریم بندازینش توی تنور تا آتیش بگیره. وای. آره چه بدجنس. خیلی. نخودی هم تا رفت توی تنور رودخونه رو از تو دلش در آورد و تمام آتیشا رو خاموش کرد. خاموش کرد. آره. آفرین. دیگه حاکم خیلی عصبانی تر شد و گفت بندازینش تو اون یخچال قدیمی که برای نگه داشتن یخ استفاده می کردیم که یخ بزنه. وای وای وای. آره. تا نخودی ها انداختن اون تو، نخودی هم آتیش رو از تو دلش در آورد و همه یخها رو آب کرد. آفرین به نخودی. آره. حاکم هم خیلی تعجب کرده بود و نگران بود، گفت وای خدای این میتونه من از بین ببره. بله بله. آره. اومد و گفت نخودی من تمام پول و حق پدرتو بهت میدم، تو فقط از اینجا برو دست از سر من بردار. خلاصه نخودی حق پدرشو از حاکم گرفت و برگشت پیش پدر مادر مهربونش. وای. اونا هم کنار هم به خوبی و خوشی زندگی کردن. چه پسر باهوشی بوده نخودی. آره. مثل من. آره مثل شما بوده، باهوش و زرنگ. بله بله. آره فقط من از توی جعبه در اومدم، اون از توی قابلمه. آره. قصه تموم شد؟ آره دیگه. بله بله. خوابیدی؟ نه خیلی قصه قشنگی بود صدف جو. فکر کنم دیگه باید بخوابیم. بله بله. من فردا میخوام برم مدرسه. آره. کلی چیزای تازه یاد بگیرم. به 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 به. خیلی خب تو فقط دیگه وسایلمو فقط وسایلمو بذار اینجا. باشه. آره میذاریمش همینجا این پایین که بیدار شدی قشنگ ببینیش. بله بله سپاس. سپاس. تو فقط قشنگ راحت باش و با آرامش بخواب که صبح قشنگ سر حال باشی. بله بله بله. خیلی مدرسه. آره بذار ملافت هم بکشم رو. Time to sleep. شب بخیر. Good night. میخوام برم مدرسه.
مدرسه.